This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. حسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران با ما هستند از پاریس. آقای بنی صدر، خاطره شما از آیت الله منتظری چه هست با توجه به اینکه با او از نزدیک کار میکردید؟ خاطره فراوانه. قبل از انقلاب در روزهای انقلاب ایشون به فرانسه آمدن در مجلس خبرگان و دیرتر از زمان افشای ایرانگیت آمدن هیئت امریکایی به ایران مرتب اطلاعات میرسید از ناحیه ایشون به من منتشر میشد در جهان و تا بعد ماجرای قرقای سال 67 اون سه نامه برای من فرستاده شد که در خارج زبانهای خارجی انتشار یافت و عرض کنم به شما باز دیرتر با این در یک نامه چند سال پیش از طریق دوستی به من نوشته بود ما چه میخواستیم منظور از انقلاب چه انتظارها داشتیم چی شد منم به او پاسخ نوشتم که در اون چه که خواستیم باید بیستیم تا نتیجه بگیریم که خوشبختانه ایستاده از جهان بشپست در مورد رساله حقوق بشر و اینکه حقوق بشر ذاتی انسان است حقوق موضوعه نیست خاطره و رابطه و اینا بوده آخرین قسمتم یک مکاتباتی است که با آقای جعفری انجام داده که من دو روز پیش خوندم آخرین قسمت این گفتگوها رو یعنی این مکاتبه ها رو که در اونجا ایشون میپذیرد که انسان در مرحله تصمیم استقلال دارد و آزاد است و این در واقع یک تحول اساسی است در دید دینی یک مرجع به قول هموطنی که هم اکنون داشت توضیح میداد سنتی بنابراین یک رشته روابط بوده که ادامه یافته بود تا این روزها آقای بنی صدر شما با مقام های کنونی فعلی و پیشین جمهوری اسلامی از نزدیک کار کردید تفاوت آیت الله منتظری رو با بقیه در چه میبینید؟ عرض کنم به شما خب اون از نظریه ساز ولایت فقیه بود در مبارزه با ولایت فقیه هم از دنیا رفت این قسمت اخیری که گفتم استقلال انسان در تصمیم و آزادی او در گرفتن تصمیم هم این میگوید که تحول او فکری او چه اندازه اساسی و عمیق بوده اما فرق اساسیش این است که در مجلس خبرگان که وقتی این قضیه ولایت فقیه طرح بود با ایشون گفتگو کردم من به او گفتم که شما اهل نق هستید یعنی اهل انتقادید اهل امر و نهی نیستید تفاوت اساسیش همین بود یه آدمی بود که به اصطلاح در پی این بود که ببینه چه صحیحه چه غلطه در پی این نبود که یه قدرتی به دست بیاره به کار ببره همونطور که شما اشاره کردید بله کمیابه این یک به اصطلاح خاصه و ویژگی کمیابیست در انسانها و در اون این ویژگی بود به قدرت دلبستگی نداشت آقای بنی صدر شما در تنظیم اصل ولایت فقیه با آیت الله منتظری در مجلس خبرگان رهبری کار میکردید چه بحث هایی مطرح بود اون موقع؟ کار میکردیم که من مخالف بودم اونطور که ایشون در خاطرات خودشون نوشته و ایشون موافق بود یک طرحی رو به آورده بودن با 15 اختیار برای ولی فقیه
من با ایشون رفتم در اتاق رئیس مجلس، در مجلس سنای سابق بود، خبرگان تشکیل می شد، در اتاق رئیس مجلس نشسته بود و وارد شدم بر او و نشسته بود داشت خربوزه می خورد. تو بفرمایید شما خربوزه شیرین میل کنید. بعد همین خوشو بش کردیم و من گفتم آقا شما این توی مجلس چیکاره ای؟ و من رئیس مجلسم. گفتم کی اداره میکنه؟ گفت آقای بهشتی. گفتم خب شما فرض کنم این اختیاراتی که برای فقیه قائل شدن همه رو دارید و شما هم شدید، ولی این اختیارات کی به کار خواهد برد؟ شما مطمئنید که تمام این ماموران دولت از لشکری و کشوری همه امام صادقن، اصلا خلاف حق نخواهند کرد؟ گفت نه. گفتم خب این اختیارات مطلق رو این ماموران به کار خواهند برد، نه شما، و دمار از روزگار این مردم در خواهند آورد. اینو فکر کردی؟ یک مقداری فکر کرد و گفت حالا چی میفرمایید؟ گفتم والا از من میشنوید که اصلا برای فقیه بذارید کنار، و اونو که الان نمیشه بذاریم کنار، یه چیز شدنی بگید. بالاخره گفتگو کردیم، به نظارت فقیه ایشون قانع شد. حتی اون قسمت در اصل 110 که مربوط میشد به فرماندهی کل قوا، اون را هم بعد آقای حسن آیت در جلسه پیشنهاد کرد، بلا در متن تهیه شده نبود. بنابراین اون بر این اصل نظارت فقیه قائل شد و موند. و بعد هم که آقای منتظری، آقای خمینی دم از ولایت فقیه زد، میدونید که چند پیش ایشون گفت که ولایت مطلقه از مصادیق شرکه، و در پاسخی که به آقای جعفری هم داده است میگوید که این یک ادعای خلاف عقل و خلاف شرع است. آقای بنی صدر، ولی در موقع عزل شما آیت الله منتظری از شما حمایت نکرد، از او دلگیر نیستید؟ نه نه، خب انسان ها در مواقعی بر خطا عمل میکنن، در مواقعی بر ثواب عمل میکنن، و من خوشبختانه انسانی هستم که به هیچ کس در عمرم کینه نداشتم، و انسان ها رو بر یک موضوع و یک وضعیت که نمیدونم تحول میکنم، و خوشبختم که او تحولی در جهتی کرد که وفای به استقلال ایران کرد، وقتی که اون روابط پنهانی رو افشا کرد، وفای به آزادی کرد وقتی که نه به اون ولایت مطلقه فقیه گفت، و اولین مرجع است در تاریخ شیعه که حقوق انسان رو ذاتی انسان میداند و رساله‌ای در حقوق انسان انتشار داده. اینها به او یک ویژگی میدهد که محلی برای دلگیری بابت یک رفتاری در 30 سال پیش نمیگذارد. متشکرم ابوالحسن بنی صدر. بیننده برنامه ویژه تلویزیون فارسی BBC به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری هستید. با چند خبر کوتاه برنامه را ادامه می دهیم. احمد منتظری، پسر و رئیس دفتر آیت الله منتظری، درگذشت این مرجع شیعیان را تسلیت گفت. در پیام او آمده آن دل دردمند که عمری در غم اسلام و مردم و حقوق آنان تپید و پروای حق داشت دیگر از تپش افتاده. احمد منتظری در ادامه پیامش گفته که سالها زندان، شکنجه، تبعید، شهادت و جانبازی و تحمل مصائب از آیت الله منتظری الگوی بی‌نظیر برای روحانیت شیعه ارائه کرد. April 24, 2005. After the first and the second contact, see impossible. These videos. Only 22 days passed, and then